بله، عرض کنم که چون قرار است که من یک شوخی کوچولو بکنم، این رو دارم میگم که آقای مهرجویی وقتی که آمدن 1344 پشت صحنه تئاتر سنگلج ما کار میکردیم، اومدن با مرحوم دکتر ساعدی اومد ما رو دید، خب یه پسر خیلی مامانتر حالا بود، خیلی خوشگل خوب و از امریکا اومده بود و یه فیلم ساخته بود ولی ما خبر نداشتیم و بعد خیلی به حال راجع به ماها تحقیق کرد و اینها و بعد ما فیلم گاو و چیز کرده بودیم قبلا تئاترش بازی کرده بودیم تلویزیون زنده، بعد فردا داریوش و دکتر ساعدی اومدن خونه ما نشستن عکس بکس ها دیدن، بالاخره قرار شد که این فیلم بسازن. من توصیه میکنم به همه خانم ها و آقایونی که علاقمند به کار هنری هستن و دارن کار میکنن، چه اونایی که سنشون بالا چه اونایی که پایینه، یه کاری کنن همیشه بتونن یه بار با داریوش کار کنن. البته همه کارگردان های ما هر کدوم برای خودشون یه خصوصیات خاص خودشون دارن و من که طلبه این کارم با همشون کار کردم تقریبا و از همشون یاد گرفتم، از داریوش خیلی چیز آدم میتونه یاد بگیره و شاید من همه اگر بشه گفتش که فعالیتی کردم مثلا موندگار شده یا نشده، واقعا مجبور داریوش هستم، برای اینکه واقعا خوب ما رو پرورش داد، رهبری کرد همه ما رو، یعنی همه کسانی که تو فیلم گاو شروع کردن و بعدا با هم همکاری داشتیم تا مدت ها. و من علاوه بر این خیلی با داریوش نزدیک بودم، یعنی ما رفت آمد داشتیم، بعد خونه‌شو می‌رفتم می‌اومدم، یه حالا برابر بعدش دیگه هم شوخی رو بکنم گواریانا، من توی سه تا فیلم شریک بودم. اول فیلم گاو بود که اصلا ما نمی‌دونیم قضیه چی هست، ما شروع کردیم به کار کردن و گفتم ما رو دولت و کار کردیم سه چهار ماه، بالاخره فیلم رفت خارج از ایران و فلان شد و اومد و تهرانش رو تا 13 اکران من یادداشت کرده بودم که به نمایش در اومد و در تمام دنیا به نمایش گذاشته شد و به قول من شیر این گاو رو همون موقع قبل از انقلاب من گفتم همه خوردن جو خود ما، یعنی کوچکترین پولی بهش که داده نشد واقعا، گفتم ما رو دولت. این اولین فیلم به حساب شریک بود. دومین فیلم ما هالو بود. هالو رو وقتی شروع کردیم سال 51 یا 50 بعد ما رو شریک کردن، ما رو نصیر جان شریک شدیم و گفتن که 50,000 تومان برای ما، 50 تومان برای من، 50 تومان برای نصیر جان شریک فیلمی که اگر فیلم خوب فروش کرد بعدا هم خب پول ما اضافه شه. بالاخره این حالو اینقدر فروش کرد که من رئیس فرهنگ هنر رش به من زنگ زد گفت اگه بهت بگن این 10 میلیارد فروخته 10 برابر کن، گفتم گفت قیامته. بعد اینکه فیلم تموم شد و بالاخره آواز آسیاب خوابید و ما رفتیم با آقای دکتر طبیبیان استودیو کاسپیان، گفتیم آقا چی شد؟ ما رو گفت ضرر کردیم. گفتم چطور ضرر کردیم؟ گفت ضرر کردیم، خیلی ضرر کردیم، ما چیکار کنیم؟ نه شما شامل میشه دیگه. به حال با التماس قرار شد که سهم ما رو بخره. این آقا سهم ما نصیرانی خرید 35,000 تومان، ما خواهی که همه آم میده بعد همه میده 500 تومان میده 600 تومان میده، به حال یه 2 سالی طول کشید تا ما تونستیم اون 35,000 تومان رو از آقای طبیبیان بگیریم. و اما سومین کار یک کاری ما داشتیم با داریوش در عمرآباد بندر عباس، بسیار جای گرم و وحشتناکی بود به طور که زور دیگه احتیاج نداشت امشی بزنم، برای که تمام این مگس ها میرفتن جارو میکردن میرفتن تو. این رو با زحمت ما تمام کردیم، آمدیم تهران و بعدم وقتی که میخواست اکرانشه گفتن که اینم چند تا حلقه های فیلمش نگاتیف ها هم چطور شده و نشده و خوب شده و بد شده و فران شده، و البته ما شریک هستیم که هیچ کاغذی چیزی یادداشت نکردیم، هم که شریکی ما بی خودی. بعد به هر حال گفتن که فیلم کار نکرده زیاد، ما هیچی نگفتیم. من بعدها شنیدم که فیلم این فیلم رو فروختن به یه آقایی که در خارج پخشش کنه. من یه بود کنجکاو شدم بعد تحقیق کردم بیام بله آقای ایگرگ این فیلم رو خریده قرار در خارج کشور پخش کنه. من گفتم بعدها بعدم خونه داروش موقع خیلی با احتیاط و فلان که بهش بر نخوره، گفتم داروش تو خبر داری این فیلم رو مثل اینکه فروختنش با این خارج از تهران پخشه؟ گفتم که نه ببین این ما شریکیم دیگه. گفت خب باید شریکیم آگه. گفتم که گفتم داریش خب بالاخره با ما شریک بایی خروختن و گفت باید پایین یه قرار که این خریده خیلی آدم بلیه ها.
گفتم چطور؟ گفت یه فوش میده، جداول میگه، خارمادر میگه، میزنه آدمو. گفتم برای چی میزنه؟ گفت اگه دیدی زیاد جلو نرو، خلاصا حواست جا همشونه. ما یه مدتی گذشت، فکر کنم یعنی چه چطور میتونه آدم بزنه؟ تصادفا گذشت، یه سال گذشت، من آقای ایگرگ رو تصادفا اینجا دیدم. خیلی دلم میخواست برام میگم قضیه چیه کن کام شما رفتم گفتم گفتم سلام علیکم گفت سلام آقای انتظامی حال شما چطوره حال من مدام دو فوش به من بده پشت منو بزنه گفتم تشکر میکنم شما چطورین گفت خوبم گفت کاراتو میبینم باری کلا زحمت میکشی خیلی خوب اینا اون فیلم شما رو من خریدم برای خارج از کشور بردم البته اونطوری که من میخواستم جواب به من بده نداد البته خب بعدم نبود تقریبا ما رو تامین کردین و خب پولش هم من اینجا پولی که دارم رسید دارم و بدونی که من بگم و اینجا امضا شده است اینو گفتم خب خیلی ممنون متشکرم حالا اومدم بیرون میخوام اینو یه روزی چجوری بگم به دارش این یه همچکاری کرده بعد بالاخره یه روزی خیلی سرحال بودیم هر دوم قشنگ و پاکیزه گفتم که داریوش گفتم که به من میگه چاله و چشاره گفتم که این یارو رو من دیدم گفتم همین که خریده بود گفت خواب گفتم پشت نداد عذیت نگه بعد ویران نگه خیلی تمیز حرف زد گفت اینطوری و بعدم گفت من اینو پولیش دادم اینقدر دادم و رسیدم دارم گفت یه فکر شد گفت یعنی تو حرف اونو قبول میکنی حرف رفیق قبول نمیکنی گفتم چرا قبول میکنم اینم سومین شرکت ما برسیم با عرض معذرت از آقای مهجوری که استاد من هستن بهشون قبلا گفتم که من شوخی میکنم ناراحت نشیم و هیچ وقت نمیشه میدونم برای اینکه ما این شوخی ها زیاد با هم دیگه داشتیم و داریم انشاءالله که برای همتون آرزوی موفقیت میکنم هنر ارزنده ای دارین من خیلی دلم میخواد شما ارزش این کار رو بدونین خودتون زیاد خرج نکنین آبروتون رو نگه دارین بسیار کار مهم و ارزنده ایش به زمان و مکانم نگاه نکنین شما فکر کنید هنر چی کار میکنه مثل رودخانه است حرکت کرده میره جلو خیلی ممنون از فرمایشات آقای انتظامی چنانکه دیدین خیلی ایشون لطف دارن استاد بنده و اینطور که تا حالا من نشنیدم این صحبت ها رو در اولین بار بود که میشنیدم به حال خیلی خوشحالم که ایشون تونستن عقده هاشون رو بریزن بیرون ولی اون چی که مهمه من از اون موقعی یادم میاد از اون اول این آقای انتظامی و همچنین گروه علارغم این که خیلی هنرمندهای بزرگ به حال سرشناس و اهل ادب و هنر و اینا بودن ولی در این حال به مسائل مالی هم خیلی زیاد توجه داشتن و علارغم این توجه شدید که همیشه با اون لحن کاسبکاران خودشون بودن پس من ما چی شد؟ چون همتون یه مفتی بازی کنیم من بودم این کارم از ما آقا بلاخره ما آمدیم یه جو درم آقا الان گوش شده کیلوی 200 تومن خب اون باور میکنی 200 تومن باید میکنی برنگ میکنی از کجا بیرم ما داریوش هم افتاد به بازی داریوش زارا خوب باید بلد بازی کنی برحال خیلی تبریک میام آقای مهرجویی واقعا نقش آقای مهرجویی در سینما ایران اگر نگیم که یگانه است در واقع توی طول این مدتی که از کار ایشون گذشته از همون فیلم اول مطرحشون یعنی فیلم گاب آقای هالو همینجور بیای جلو کمتر فیلمسازی در ایران کارنامه‌ای با کارنامه آقای داریوش مهرجویی داره که تعداد فیلم‌های متوسط و بعدش اینقدر کمه که میشه نشمردش مبارک باشه به حال تنها یه نکته که اضافه کنم ایشون اتفاقا این سه تا فیلمی که صحبت کردن خود من تهیه کننده نبودم یعنی خود منم مثل ایشون گرفتار این مسائل بودیم حالا امیدوارم که به حال در آینده درست بشه با ایشون تهیه کننده نبوده اصلا